حرکت خیل عظیم زائران به سمت نجف اشرف و حرم مطهر حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام همچنان ادامه دارد. شرکت حمل و نقل عمومی مسافران وابسته به وزارت حمل و نقل کشور عراق از آغاز پروژه انتقال زائران به نجف اشرف خبر داد. هشت شعبی نیز طی بیانیه‌ای از آغاز طرح امنیتی خود برای خدمت به زائران شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خبر داد. مراسم گرامی داشته ایام شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در بغداد پایتخت عراق برگزار شد. این مراسم از سوی مرکز اندیشه اسلامی اهل بیت علیهم السلام از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظما شیرازی در شهر بغداد برگزار گردید و در این مراسم جمعی از مؤمنان و شخصیت‌های فرهنگی و عشایری حضور یافتند و از بیانات حجت الاسلام شیخ محمود السبتی بهره‌مند شدند. دانشمندان برای اولین بار شواهدی ثبت کردند حاکی از اینکه نوزادان در مرحله جنینی در بطن مادر واکنش‌های متفاوتی به بو و طعم‌های مختلف نشان می‌دهند. کارشناسانی از دانشگاه دورهان با تهیه و بررسی تصاویر سونوگرافی چهاربعدی از 100 زن باردار نوع واکنش جنین‌ها را مورد بررسی قرار دادند. این محققان همچنین می‌گویند تغذیه مادران در دوران بارداری بر ترجیحات تغذیه کودکان در آینده تاثیرگذار است. نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد بیش از 90% از آلودگی هوا در خاورمیانه ناشی از سوخت فسیلی است و نه عوامل طبیعی. این کشف در تضاد با تصور رایج کنونی است که پدیده‌های طبیعی مانند گرد و غبار بر کیفیت هوا در این مناطق تأثیر می‌گذارد. این پژوهش نشان داده پالایشگاه‌های عربستان سعودی و امارات و کشتی‌های حاضر در دریای سرخ و منطقه کانال سوئز منابع اصلی آلودگی هوا در خاورمیانه هستند.